سلام مرداد، امروز میخوام یه موضوع خیلی مهم خدمتتون توضیح بدم. دوستان میسم هستم از اتاوای کانادا. میخوام یک روش ساده برای اینکه شما اولش که میایید کانادا بتونید درآمدزایی کنید با حداقل هزینه، بتونید یه درآمدزایی داشته باشید و بدونید که آقا اگر میایید اینجا نگران نباشید، میتونید از پس یه سری مخارج تا حد خوبی بر بیاید. اما خدمت شما هستم، نمیدونم وضعیت الان مشخصه میبینید یا نه. نگاه کنید دوربینم تو تورنتو سوختش و الان با این ستابی که آیفون و اینا دارم چیز میکنم، گفتم فرصت خوبی هم هست برگردیم به دوران قدیم. اتفاقا ویدئوی بعدی در مورد این توضیح میدم که من چجوری با همین آیفون شکسته بالای $1000 تونستم تو ماهی تو یوتیوب به درآمد برسم. خیلی راحته، این رو هم خدمتتون توضیح میدم بدون هیچ امکاناتی. الان فکر میکنم صدا و تصویر خوبی باشه. اما فقط قبلش این رو هم خدمتتون نشون بدم، این تابلوها رو بچه‌ها تو اینستاگرام نظر سنجی هم گفتن آقا از سایت ایرانی بخرم، من از سایت آرتورنگ خریدم، خودش هم خیلی تابلوهاشو دوست دارم. حالا بریم سراغ دلیلش. هم اینه که از دوربین سونی استفاده نمی‌کنم به خاطر اینکه این چیه اینجا افتاده بود زشته، یه ذره مرتب کنم در بخواد. اینکه این دوربین سونی برای بیرون خیلی خوب نیست، اینم دوربین سکیورتی ما آوردم شارژش کنیم ببینیم بزنیم. ولی خب خلاصه خدمتتون می‌خواستم بگم که این تابلوش واقعا تابلوه باحالی بود. اسپانسر این هم نیستم، من اینا رو خریدم، البته خوب اینا رو بهم تخفیف دادن. نشد بمونم پیشت، هوا که بارونی شد غبارش نشست رو شیشه. سلام ارادت. خب الان بریم ویدئو رو شروع کنیم. سلام ارادت، البته گفته بودم. ببین دوستا، خدمت شما عرض شود که میخوام یک روش جدیدی از ویدئو گرفتن روی اسکوتر در حال حرکت با سرعت 30 تا. ببین یه راه خیلی راحتی که شما میتونید، بچه هم من خیلی میپرسم، ببین من هنوز ماشین ندارم توی کانادا، حالا تو ویدئوی بعدی توضیح میدم، من ماشین خریدم ولی هنوز ماشینمو ندادن. یه مقدار در مورد ماشین قبلا توضیح دادم ولی داستانه ماشین کلا اینجا خیلی پیچیده شده و بچه ها باورشون نمیشه که مثلا من ماشین خریدم هنوز بهم ندادن. خدمت شما عرض شود من از تقریبا بیش از یک سال پیش یارو پراش ریخ، اون چی کار داره میکنه؟ من از تقریبا بیش از یک سال پیش اومدم و یه اسکوتر خریدم. توی مرکز شهر زندگی میکردم و یه اسکوتر خریدم از شرکت ناینبات. حالا اطلاعات دقیق ترش رو خدمتتون میگم. ببین مسئله ای که هست، شما اگر توی سری شهرهای بزرگ، یعنی تقریبا میتونم بگم تنها شهری که به نظر من بدون ماشین نمیتونید توی سر کنید و اگر خانواده داشته باشید تو شهرهای دیگه هم هست، ولی اگر خانواده نداشته باشید تنها شهری که احتمالاً بدون خانواده هم باز نمیتونید بدون ماشین سر کنید تورنتوه. چون واقعاً تورنتو من چند روزی که بودم ماشین نداشتم، واقعاً اذیت شدم. اما شهرهای دیگه واقعاً این مشکل براتون پیش نمیاد و مخصوصاً اگر مرکز شهر باشید که اصلاً اکثر دانشجوها و اکثر مثلا دانشگاه‌ها توی مرکز شهر است و شهرهای کوچیک‌تر اصلاً دسترسی‌هاش هم خیلی راحت‌تره، شما عملاً به ماشین احتیاجی پیدا نمی‌کنید. بذار اصلا یه دقیقه ببینم این ویدئویی که دارم ضبط می‌کنم خیلی نابود نباشه کلا، ولی بعید می‌دونم. حالا نکته‌ای که وجود داره، من تو مرکز شهر زندگی می‌کردم، الان که دیگه تازه چندین ماه تو مرکز شهرم نیستم و از مرکز شهر دور شدم، ماشین خریدم. با اینکه ماشینمو ندادن ولی باز این اسکوتر داره کارم رو راه میندازه. مسئله‌ای که وجود داره کلاً این اسکوتر رو، حالا الان بهتون میگم چجوری باش میتونید راحت درآمدزایی بکنید. این اسکوتر رو من خریدم $1100. شاید مثلا بگید خب $1100 به پول ایران اون مثلا چه میدونم 20 میلیون میشه، یا مثلا بگید چرا موتور نخریدی. ببینید، یکی این که
1100 دلار احتمالاً پول بنزین ماشین من هم توی یک سال نمیشد و اونقدی که این اسکوتر توی یک سال و نیم گذشته به من خدمت رسونده 10 برابر پولش ارزش داشته خداوکیلی. خیلی از مسیرهایی که شما اگر بخواید برید مثلا ممکنه نیم ساعت 40 دقیقه طول بکشه، خیلی راحت میتونید با این اسکوتر تو کمتر از 10 دقیقه برید، خیلی راحت. و مسئله ای که وجود داره، حالا یه سوال دیگه ای که بچه‌ها میپرسن، الان میرم وارد اطلاعات اسکوتر میشم، یه سوال دیگه ای که بچه‌ها میپرسن میگن چرا موتور نخریدی؟ موتور گواهینامه میخواد، موتور به هر حال هزینه سوخت داره، موتور نمیتونید اینجا موتور رو مثل ایران نیست مثلا هر جا دلتون میخواد پارک کنید، ولی اسکوتر رو مثل دوچرخه تقریبا هر جا بخواید میتونید پارک کنید، ولی موتور اینجوری براتون نخواهد بود. موتور دقیقاً مثل ماشین باید پارک شه، یعنی اگه جایی بخواید موتور رو پارک کنید دقیقاً یه جای پارک ازتون میگیره. موتور پول بیمه باید بدید، در حالی که اسکوتر اصلا پول بیمه و این حرفا رو نمیخواد. یه لحظه برم اینوری. بعد خدمت شما عرض شود که دور بزنم. و پول بیمه رو مثلا فرض کنید اینجا هوا که سرد میشه شما چند ماه عملا نمیتونید موتور رو استفاده کنید، ولی اسکوتر رو قشنگ میتونید استفاده بکنید. حالا نه اینکه مثلا برف رو زمین باشه احتمالاً نمیتونید استفاده کنید. ببین خب میگم اینجوری نیستش که مثلا جای ماشین یا موتور رو براتون بگیره، ولی حداقل توی کانادایی که هزینه ماشین فوق العاده وحشتناکه که حالا تو ویدیوهای بعدی توضیح میدم، این اسکوتر فوق العاده است، یعنی فوق العاده بوده تا الان برای من. و نکته دیگه ای که میخواستم خدمتتون بگم، به راحتی هم شارژ میشه، یعنی کاشف باورت نشه کابل شارژش دقیقا همون کابلیه که به کامپیوتر وصل میشه. یه کابل خیلی ساده است، نه برق خاصی میخواد نه چیزی، یه باتری ساده است، یه کابل ساده وصل میکنید به برق شهری، توی 3-4 ساعت شارژ میشه. چقدر میره؟ این تا 150 کیلو وزن رو میتونه تحمل بکنه. و چقدر میره؟ تقریبا 40 کیلومتر به صورت میانگین با یه شارژ میره با سرعت 30 کیلومتر در ساعت. و 40 کیلومتر توی شهرهای کوچیکتر فوق‌العاده است، یعنی مثلا بچه‌هایی که اتاوا هستن شاید بدونن چی میگم، من از مرکز شهر تا آیکیا که از مرکز شهر فاصله داره رفتم و برگشتم با یه شارژ، میدونید اصلا فوق‌العاده است این چیزی که میگم. و اینکه قشنگ شما یه روز دو روز میتونید استفاده کنید، بعد آخر روز بزنید تو شارژ، دوباره فردا بیاید خیلی راحت ازش استفاده بکنید. و تا الان یه دونه یه دلاری رو دست من خرج نذاشته. اما حالا همه اینا رو گفتم، چجوری از این اسکوتر پول در بیاریم؟ بچه ها بذارید برم دم در، اینو بشنم جدی شد بس. این کارم نکنید، این کاری که من دارم میکنم یه دستی میرم فوق‌العاده خطرناکه. من چون سالها دوچرخه سوار شدم، موتور سوار شدم، کلن میدونی اسکی بلدم چجوری برم، میدونی من به قولی تعادلم روی پاهام خوبه، روی دست و پاهام تعادلم خوبه. اصلا این کار نکنید، چون اسکوتر واقعا یه دستی نمیشه رفت، فرمونش اصلا مثل دوچرخه نیستش، خیلی راحت از دستتون در میره. خب برسم اینجا یه لحظه خدمتتون توضیح بدم. نزدیک برش بخورم زمین. خب خدمتش الان کجا بدم تو تصویر هستم؟ نگو یکی موردات منکوشی اینه. خب اگه اینجا باشم تو تصویرم. خب ببین دوستان، خدمت شما هستم. شاید باورتون نشه همسایمون اومد دوباره از اینا کوکی ها بهم داد، میره اینا رو میپزه خودش، انقدرم خوشمزه است اینا باورتون نمیشه. یه خانم مسنیه، اون دفعه بهش گفتم، گفتم بیام تو دوربین ازت تشکر کنم، گفت نه من دوربین اینا دوست ندارم به خاطر همین. خدمت شما هستم. ببین دوستان، معلومه شغلتشو میگم. خب ببین، یکی از کارهایی که بچه‌ها میتونن بکنن برای درآمدزایی و واقعا هم راحته، یعنی در عرض 2 سوت میتونید انجامش بدید، یعنی بلافاصله به درآمد میرسید، خب اینه که شما مثلا بیاید اینجا غذا دلیور کنید. ببین دلیوری غذا شاید باورتون نشه یکی از پردرآمدترین کارهاست، یعنی حتی یه سری بچه‌ها انجام میدن میگن آقا ما فعلا کار دیگه‌ای نمیخوایم انجام بدیم. کاری که میکنید اینه که خب خیلی ممکنه بگم آقا برای اینکه غذا بخوای دلیور کنیم نیاز به ماشین داری، ولی خب من میگم مثلا شما نیازی به ماشین ندارید. من بچه‌هایی رو دیدم که پیاده این کارو میکنن. حالا پیاده هم میگه منطقی نیستش، خب چون به هر حال پیاده بخواید این کارو کنید مگه هر مسیری رو بخواید برید مثلا 20 دقیقه دفعه طول میکشه، 30 دقیقه طول میکشه، خیلی به صرفه نیست و غذای یارو اصلا سرد میشه. ولی شاید باورتون نشه اینجا
خیلی وقتا اصلا کانادایی ها واقعا پول خرج میکنن، تو بقیه کشورها هم هست ولی کانادا و آمریکا تو این قضیه واقعا پول خرج میکنن. طرف خونش همینجاست، حال نداره خونه بیاد بیرون، یا مثلا چه میدونم لباس تنش نیست، غذا از تو اوبریت سفارش میده. من خودم خیلی این کار نمیکنم چون هزینه‌هاش زیاده، فی و اینا زیاد میگیره، ولی خب انجامم خیلی وقتا هم انجام دادم. مثلا یه دفعه حال نداشتیم خونه نشستیم گفتیم آقا ولش کن بذار اوبریت بگیریم. به خاطر همین شما وقتی مرکز شهر باشید خونه‌ها شدیداً نزدیک به همه و همینجور هی سفارش میاد، بعد کلی رستوران و مکدونالد و فلان و اینا هم اونجا هست و هی سفارش میاد برای اینکه طرف میخواد غذا بگیره. امیدوارم فقط کلم از دوربین نزده باشه بالا. به خاطر همین خیلی ها رو میبینید که مثلا یک دوچرخه میخرن، یه دوچرخه طرف میخره با دوچرخه، یه دونه کوله های مخصوص هم هستش برای اینکه غذا رو گرم نگه داره، میذاره رو پشتش و میره غذا دلیوری میکنه. شما ممکنه بگید مگه چقدر بهتون میدن؟ ببین تقریبا هر غذایی که دلیور کنید من دیدم بهتون انعام هم میدن، تیپ میدن. اینجا یا خیلی آدمای دست و دلبازی هن و شاید باورتون نشه، مثلا یه دفعه من دیدم طرف یه غذا سفارش داده $15 هم تیپ یا انعام داده و بچه‌ها مثلا کار میکنن یه دفعه میبینی روزی راحت $100 از این قضیه در میارن، راحت. خیلی بیشتره، من دارم مینیممشو میگم، ولی من میگم مثلا دوچرخه هم نگید. حالا دوچرخه میگیم رکاب میزنید خسته میشید فلان، میتونید دوچرخه الکتریکی بگیرید، دوچرخه باتری بگیرید که به نظر من منطقی نیستش دوچرخه باتری، یا میتونید اسکوتر بگیرید. این اسکوتر فوق العاده منطقیه. ببینید خیلی راحت با این اسکوتر شما 40 کیلومتر میتونید برید، 40 کیلومتر چندین تا غذا میتونید مثلا دلیور کنید، وسطش هم هر موقع خواستید استراحت کنید سیمشو برمیدارید، سیمشو نکنید سیمش خیلی راحت، یه سیم برق، این سیمای ستایی کامپیوتری یادتونه، اون سرش هم از ایناست. خدمت شما عرض شود که خیلی راحت این سیمشو، من بعضی مثلا میخوام برم خونه دوستام همین سیمو با خودم میبرم، میرسم اونجا یه لحظه میزنم تو برق، خیلی راحت. اینجا یه چیز داره، خیلی راحت اینجا یه جا داره، اینو میدید بالا خب، بعد اینو میزنید اینجا، بعد این ورش هم میزنید تو برق، اینجا باتریشه، جای شارژشه خب. خدمت شما عرض شود که خب حالا ببینید خیلی چیزای خوبی داره. اولش که تا 30 تا سرعت میره این شارژش رو نشون میده. بعد نگاه کنید 3 تا مود داره. الان میبینید اس زده، این اسپورتشه. اکوش مثلا تا 10 الی 15 تا سرعت میره، درایوش تا مثلا 20 25 تا سرعت میره. اس که بذارید اسپورتش تا 30 تا سرعت میره. خدمت شما عرض شود این زنگشه. Hey, how are you doing? Good, good, thanks. این سرعتشه، فقط کافیه که شما سوار شید، نکنید کافیه سوار شید یه پا بزنید و بعد گاز بدید همینجوری. مثلا نکنید من الان همینجوری گاز بدم، این گازشه، همینجوری گاز بدم نمیره، ولی یه پا بزنید، یه پای کوچیک بزنید سرعتش بره مثلا بالای 3-4، بعد گاز بدید میره. بعد ببین بچه این کلن 25 کیلوه، یعنی کلن کمتر از 25 کیلو، وزنش خیلی کمه. تازه این ناین باته، سگوی ناین بات مکس، خب این دیگه مثلا به قول قوی ترینشه، برند سگوی، نکنه نوشته پاور بای سگوی، ناین بات هم به قولی مدلشه، حالا این مکسشه و اینم این تیکه هم باتریشه. ببین بهترین ویژگیش، یکی بهترین ویژگیش اینه که نکنید چقدر راحت، چقدر سریع اینو باز میکنید، نکنید این بسته میشه، اگه این نیاد جلوی چیز این میکروفون این میفته اینجا، دیدید؟ بعد نکنید به همین راحتی، به همین راحتی میشه ورش دارید و ببریدش. مثلا میرسم دم یه فروشگاهی جایی، مثلا اینو با خودم میگیرم 25 کیلو، یعنی واقعا سنگین نیست. حالا نمیگم همینجوری بگیرید باش میتونید بدوید راحت، خب یه خورده برحال 25 کیلو هم وزنیه و برای خانم هم اصلا شاید سنگین باشه، ولی اگر بخواید مثلا برید یه پاساژ جایی راحت میتونید تو دستتون بگیرید. بعد تازه اینجا تو پاساژاش هم میتونید چیزو ببرید، میتونید دو چرخه خیلی وقت ببرید. نکنید به همین راحتی میرید اینجا، روشن میرید. این که جا خیلی کم میگیره، ببین اصلا این نکنید چقدره، یعنی مثلا قدشو مثلا نکنید وقتی جمع میشه فوق العاده است، یعنی اصلا هیچی اصلا جایی نمیگه. من راحت خیلی وقتا میخوام برم حتی داون تاون، تاکسی که میگیرم برم داون تاون، اینو میذارم تو صندوق تاکسیه، بعد اونجا در میارم مثلا با این میرم. بعد اگه یه چراغ چیزام داره، چراغ خطر و اینا هم داره. و اینکه کلا هم اجباری نیستش. خیلی بچه ها میگوستم اینجا کلا اجباریه. من حالا تازه یه جای گوشی باحالم روش گذاشتم، اینو میذارید اینجا، نگوید عمرن هم نمیفته، بعد لرزش هم میگیره، میدونید این پلاستیکاش عمرن در نمیرو، لرزش هم میفته. اینم که گفتم اینم زنگشه میچرخونید، اینم برای اینه که قفل بشه به اونجا.
کلن 1150 دلار. بچه‌ها با 1150 دلار باورتون نمیشه، شما اگر ماشین داشته باشید قشنگ قضیه رو درک میکنید. شما الان یه باک بنزین بزنید، یه باک بنزین مثلا 40 تایی بزنید میشه چقدر؟ میشه تقریبا 70 دلار کانادا، چون الان بنزین 1.6 دلاره. خب 70 دلار کانادا، بعد یه باک بنزین مثلا 40 ریتی چقدر میبرتتون؟ بگیم مثلا 40 50 لیتر بزنید 100 دلار بدید. شما 10 بار بنزین بزنی پول این در اومده، یعنی کافیه که 10 بار فقط بنزین بزنید، اینقدر بنزین گرونه اینجا. و واقعا لذت بخشه. جدا از همه اینها، شما جا پارکی که اینجا گیر نمیاری و فلان اینا، حالا تو اون ویدیو ماشین بیشتر توضیح میدم در مورد اینکه حالا خیلی هم اینجا عجله نداشته باشی در ماشین خریدن، ولی جا پارکی که گیر نمیاری، بعد اصلا این انقدر راحته. من خیلی وقت، من تا الان چندین و چند بار، شاید باورتون نشه، چندین و چند بار مثلا یه جایی رفتیم بچه‌هام ماشین بودن، بعد گفتیم آقا بریم یه جای دیگه داون تاون، یه جای دیگه مرکز شهر، من گفتم با این میرم، اونا گفتن نه بابا بیا ماشین بگیریم، نمیرسی دیر میرسی. من نصف زمان اونا رسیدم، چون سریع روشن کردم رفتن تا اونا وایستن ماشین بیاد سوار شن، ماشین چراغ قرمز رو همه رو نگردنه. این مثلا یه جایی میتونی از آبر پیاده بری، البته خیلی کار قانونی نیستش، نکنین کارو، ولی خدمت شما عرض شود که اینجوری ترمزش هم فوق العاده سریعه، چراغم داره، اینو یه بار بزنین نکنین، چراغش هم روشن میشه، خیلی هم نور داره چراغش. یه دونه قفلم از، حالا میتونید از والوم من دالراما یه قفل، این فکر کنم 2 دلار 3 دلار بود، خیلی هم قفل خوبیه، یه قفل رمزدار هم میگیرید هر جا خواستید برید. اینجا پره چیه، دم همه جا جایی هستش که شما میتونید دوچرخه‌تون رو پارک بکنید، یه قفلم براش میذارید و تمام. نظرتون چیه؟ یه خورده این گوشیه چیز میکنه. نظرتون چیه؟ به راحتی بعید میدونم کسی باشه بگه آقا من مثلا 1100 دلار ندارم. حالا میتونید ورژن ارزون ترش رو بخرید، این تازه گرون ترینش بود که 1100 دلار بود. بعضی موقع تو بسپای و بعضی موقع تو آمازون تخفیف میخوره، بسپای آمازون میتونید بخرید، کاسکو همین برندو میاره، کاسکو همیشه اون برندایی که خیلی خوب بر میاره، کاسکو این برندو داره، من روز نگاه کردم همین 1100 دلار بودش. و اینکه حالا عمر باتریش هم 4 5 سال باشه مهم نیستش، من میگم مثلا پول بنزین دو ماهتون بیشتر از این میشه. و شاید باورتون نشه همسایه ما، همسایه‌مون جفتشون تا الان چند تا از همسایه‌مون رفتن خریدن، اینا رفتن دو تا خریدن، بخاطر اینکه میگه بعضی ما می‌خوایم مثلا بریم باری جایی، مثلا وقتی که مستی شما نمیتونی پشت ماشین بشینی، ولی اگه مست باشی خیلی راحت میتونی اسکوتر رو برداری و انقدر لذت بخشه وقتی اسکوتر سوار میشی تو مرکز شهر که باورتون نمیشه، ماشین اصلا تو مرکز شهر لذت نداره به خاطر ترافیک وحشتناک و به خاطر همه مسائلی که داره. حالا تو ویدیوی بعدی در مورد ماشین صحبت میکنم، اینو الان ادیت میکنم آپلود میکنم، تو ویدیوی بعدی در مورد ماشینم صحبت میکنم. خلاصه دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم به درتون خورده باشه. بچه‌ها اینجا راه برای پول دروردن، مخصوصا اینجا که میگم فقط هم کانادا نه، کانادا، آمریکا، اروپا، استرالیا، راه برای پول دروردن به عنوان دانشجو زیاد هستش. خیلی وقتا اصلا من بچه‌ها رو دیدم که بین الملل بودن، شهریه گزافی گزافی شهریه خیلی زیادی میدادن، ولی بازم با همین کارا خیلی از چیزاشون رو دروردن، هیچ مشکلی هم نداشتن. امیدوارم که به درتون مورد خورده باشه. دمتون گرم، لایکتون نره، عضو کانال بشید، سی این دی نکست وان که میشه فردا، خب همش ویدیو بذارم. دمتون گرم.